23 روز بهمن ماه مطابق با 11 فوریه سال 1178 خورشیدی برابر با 1800 میلادی، زادروز ویلیام ای جی اف تالبوت مخترع کاغذ عکس که با استفاده از ملح نقره که در برابر نور سیاه می شود موفق به ساختن کاغذ عکاسی شد. سال 1188 خورشیدی برابر با 1810 میلادی، زادروز سر هنری راولینسون محقق و خاورشناس انگلیسی. سال 1204 خورشیدی برابر با 1826 میلادی، آغاز به کار دانشگاه لندن. سال 1225 خورشیدی برابر با 1650 میلادی، درگذشت رن دکارت فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی که توانست قانون انکسار یا شکست نور را کشف کند. اما دلیل اصلی شهرت دکارت نه به دلیل فعالیت‌های علمی بلکه به خاطر مجموعه رساله‌های فلسفیش بود. فلسفه او سیری بود از شک کامل به ایمان کامل. سال 1225 خورشیدی برابر با 1847 میلادی، زادروز توماس آلوا ادیسون مخترع آمریکایی که اختراعات زیادی به ثبت رساند که از چراغ برق به عنوان مهمترین آنها میتوان نام برد. سال 1331 خورشیدی برابر با 1953 میلادی، شوروی مناسبات خود را با اسرائیل قطع کرد. سال 1353 خورشیدی برابر با 1857 میلادی، اتاق اصناف با افزایش 1500 دستگاه به تاکسی‌های نارنجی موافقت کرد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، پس از به قدرت رسیدن انقلابیون در ایران و به منظور رسیدگی به اوضاع به دستور آیت الله خمینی، دولت موقت انقلاب تشکیل شد و به مدت 9 ماه به کار خود ادامه داد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، پس از انقلاب با از هم پاشیدن نیروهای نظامی و استقرار بی‌نظمی در شهرهای ایران به فرمان آیت الله خمینی، به منظور یافتن عناصر وابسته به رژیم پیشین و برای کنترل اوضاع و برقراری نظم و امنیت نظام، کمیته انقلابی اسلامی یا کمیته انقلاب اسلامی ایران تشکیل شد. همچنین به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، سلاح‌هایی که در دست مردم بود توسط این نهاد باید جمع آوری می شد. سال 1362 خورشیدی برابر با 1984 میلادی، پالایشگاه گاز خانگیران خراسان که یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های ایران به شمار می آید افتتاح شد. این پالایشگاه با ظرفیت 15 میلیون متر مکعب گاز در حال فعالیت است و شامل واحدهای تصفیه گاز، بازیافت گوگرد، واحد برق، بخار، واحد آب و غیره می باشد. سال 1380 خورشیدی برابر با 2002 میلادی، هواپیمای مسافربری توپولوف 154 که از تهران عازم خرم‌آباد بود با ارتفاعات سفیدکوه در نزدیکی خرم‌آباد برخورد کرد و تمام 119 سرنشین آن کشته شدند.